توی این ویدیو اومدیم کامنتاتون رو بخونیم و بهشون جواب بدیم. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشید. دوست گلم سلام، به یه ویدیو دیگه از ریویشا خوش اومدید. همراه کمال خانم هستیم. سلام. و میخواییم در مورد کامنت هایی که اینجا گذاشتید واسه ما و سوالاتی کردید بهتون توضیح بدیم. حتی تو ویدیوهای مختلف توضیح دادیم. آره خب بعضی از دوستان جدید میان. آره هم جنبندی هم دوستان که جدید اومدن بهشون اطلاع بدیم که این چیزایی که پرسیدم به چه صورت. اولین سوالی که پرسیدن اینه که یکی از دوستان کلن 2 میلیارد تومان پول داره، میخواد بیاد اینجا خونه بگیره و میگه شاید چه جوریه، چیکار میتونم بکنم اونجا؟ درباره این توضیح بدیم بهشون. 2 میلیارد میشه حدوداً 1 میلیون لیر که پول زیادی نیست، پول کمیه، چون با خودمون رو درواسی که نداریم. چون الان 1 میلیون لیر اینجا شما خونه دست اول نمیتونید بخرید. اگرم بخرید خونه دست دومه، ولی برای خرید خونه ما یک سری هزینه‌های جانبی هم داریم، مثل هزینه سند، کمیسیون شخصی که حالا داره کارتون رو براتون انجام میده و امثال هم یه سری هزینه اینطوری هست. به علاوه این که شما بعد قبض آب و برق رو به نام خودتون بذارید، دپوزیت یا بیعانه هم برای اونها باید پرداخت بکنید. یعنی شما نمیتونید بگید که من 1 میلیون پول دارم، 1 میلیون لیر پول دارم و با همون میخوام بیام استانبول و دیگه تمومه. نه، شما حتما باید یه مقداری بیشتر از اون پولی که فقط برای خرید خونه است در نظر بگیرید و بدونید که پول که دارید پرداخت میکنید برای یک واحد نرمال آپارتمان دست دومه. و اینکه برای اینکه شما قبض آب و برق و گازتون رو به نام خودتون بکنید نیاز به کیملیک دارید که کیملیکتون رو یا باید از طریق دانشجویی یا کار یا شرط دیگه گرفته باشید، وگرنه باید خونه ای بگیرید که از 200,000 دلار بالاتر باشه و در مناطقی واقع شده باشه که ممنوعه نباشه، وگرنه نمیتونید قبض آب و برق و گازتون رو به نام خودتون بکنید. یه نکته دیگه هم اینجا بگم که اگر که شما مستاجری توی بعضی از شرایط هستش، خونه هایی که شما قبض آب و برق و گاز و اینا رو احتیاج نیست به نام خودتون بکنید، به اسم مالک و شما اون پولی که بابت اجاره میدین به قولی میگن که فاتورا داخل، یعنی پول آب و برق و گاز و اینا هم داخلش هست، گاهی اینترنت هم داخلش هست، گاهی نیست. درست. و دیگه احتیاج نیست برید به نام خودتون بکنید. این یه نکته کوچولو بود ولی خب خیلی ها نمیدونن همچین آپشنی وجود داره. خب تو ایران میتون... قضیه فرق داره، فکر نام مثل ایران این. آره این میتونید اگر که مستاجرین از این قضیه استفاده کنید. بریم سال بعد. اینم من بگم بهتون، ببینید اگه بخواید بیاید اینجا خونه بگیرید واسه سرمایه‌گذاری اوکی میتونید بگیرید، ولی خب روش نمیتونید هیچ آپشنی دیگه داشته باشید، مثلا اقامت. بعد واسه اقامت گرفتن باید اون 200,000 دلار به بالا باشه مبلغ اون خونه، بعد فقط مبلغ خونه، یعنی اون اویگونوت برگسی و این چیزا شد. حالا در مورد اینا حالا بعدا صحبت میکنیم، تو ویدیو دیگه گفتم، ولی باز جداگونه و جدیدشو واسه تون ضبط میکنیم میزنیم. و اینکه مناطق ممنوعه که میگه، یه مناطقی از حجم خارجی ها از حد نصابش داره بیشتر میشه، یه حدی گذاشتن. قبلا 25% بود، کلانش 20%، الان 20% به بالا قبول نمیکنه، چون دیگه اونجا درست پر خارجی میشه، نتورک ها اذیت میشن، خودمون هم باشیم تو ایران و خودمون هم باشه ناراحت میشیم که کلا یه بخشی از منطقه پر خارجی باشه، 50% خارجی باشه. سر همین این قانون رو گذاشتن، همه جا میتونید خونه بگیرید واسه این قضیه، این تو منطقه ممنوع هم حتی میتونید بگیرید، ولی خب آپشن کیملیک و آب برگاز اینا رو روش نخواهید داشت، مگر اینکه شهروندی باشه، اون موقع همه مناطق واسه تون سفیده، به جز نوار ساحلی که کلا واسه خارجی ممنوع است که به هیچ عنوان بهتون نمیدن، اونم به خاطر سیاست‌های نظامی و امنیتی که میگن خب ممکنه خارجی همونجا جاسوس بیاره و ازت اتفاق بیفته، این حرفا سر همه اون ممنوع است. و اینکه کامل به نامتون نمیشه، ممکنه 99 ساله باشه، 50 ساله باشه. آره، ممکنه همچین قضیه هم باشه. مورد بعدی اینه که دوستان در مورد حساب بانکی میپرسن. یکی از دوستان قدیم اینجا حساب بانکی داشته و کیملیکش تمام شده برگشته ایران، میگه حساب ما الان بسته شده، که حساب هیچ ربطی به کیملیک نداره.
حساب شما اکتیوه تا زمانی که تخلفی انجام ندید و تراکنش مشکوکی نداشته باشید. در همچین مواقعی معمولا بازه، مگر اینکه توی یه مناطقی هم باشه که رو خارجی حساس باشن، اون موقع ممکنه ببندن یا از حسابتون استفاده هیچ استفاده نداشته باشید، ولی معمولا بازه. توی یه سری از بانک ها با کیملیک حساب باز میکنن، یه سری از بانک ها با پاسپورت هم باز میکنن. اونایی که با کیملیک گواهینامه داشته باشید دیگه دغدغه اینو ندارید که داستان کیملیک هم تمام شد، بانک نمیتونم برم کارم انجام بدم، احراز هویت نمیشم. اون کیملیک کارت گواهینامه کارت هویت دارم حساب میشه و 10 سال است. پیشنهاد میکنم اگه رانندگی هم نمیخواید تو ترکیه بکنید، اقامت ترکیه دارید، کیملیک رو حتما بگیرید، خیلی جا به دردتون میخوره. و اینکه کلا راجع به حساب بانکی هم یه توضیحاتی بدم؟ آره بدید. حساب بانکی به نظر من حتما باز کنید، به خاطر اینکه اگر بخواید خریدی بکنید خارج از کشور، دیگه نمیخواد پول کمیسیون بدید برای شرکت دیگه ای که بخواد اون خرید برای شما انجام بده. خیلی راحت و مستر کارت دارین، ویزا کارت دارین یا بعضن کردیت کارت دارین اگر که مثلا کیملیک و اینا دارید، و میتونید که خریدتون رو خودتون انجام بدین از آمازون، ترندیول، چه میدونم زارا، مانگو، علی اکسپرس، فرقی نمیکنه، از هر جایی که بخواید میتونید خیلی راحت خریدتون رو انجام بدین. و یه مزیت بزرگ دیگه اینه که هر دفعه که میایین ترکیه یا هر جای دیگه ای لازم نیست یه دسته پول با خودتون ببرید، خیلی راحت واریز به حسابتون میکنین و میتونید حتی توی اروپا و اینها هم به راحتی ازش استفاده بکنید. مخصوصا توی یه سری شهرهای اروپایی، سری کشورهای اروپایی خیلی دزدی زیاده، مثلا کیف قاپی زیاده و اینها، دیگه احتیاج نیستش که هی نگران این باشید. پولتون رو می‌ریزین تو کارتتون، درسته کمیسیونی ازتون کم میشه، ولی به هر حال ارزشش رو داره. بهتر از اینه که کل کیفتون رو خدایی نکرده ازتون بدزدن. و شما مثلا میتونید لیر بریزید تو کارتتون، ولی اون موقع که میخواید پرداخت بکنید به صورت یورویی، دلاری، درهم یا هر چیزی که واحد پول اون کشور ازتون کم میشه. به نظر من خیلی به صرفه است و دیگه احتیاج نیست پول واسطه بدین برای کاراتون. و مهمترینش اینه که من خودم استفادهش میکنم، اپلیکیشنه، یعنی خیلی راحت میتونم اپلیکیشن یا خودم بخرم یا حالا برای کسایی که این کارو میکنن، خیلی راحت میرن اپلیکیشنشون رو میخرن، اپل آی دی شون رو شارژ میکنن و میتونن این کارشون رو انجام بدن بدون اینکه بخوان دوباره هزینه اضافه تری بابت کمیسیون بدن. اینم بگم که حالا سوال دوستان بود، یه چیز دیگه هم بگم، اگر که یوتیوبرین یا به هر دلیلی فریلنسرین و درآمد دلاری دارین، این بهترین گزینه برای شماست. یعنی خیلی راحت میتونید از اون شخص بخواید که این پول رو به حساب شما واریز بکنه. دیگه از گوگل ادسنس مستقیم میزنه به حساب. آره، به جای اینکه هی بخواید این پول رو شرکت پیدا کنید، آیا معتبر باشه، معتبر نباشه، چه کمیسیونی میگیره. مثلا بعضیا هستن پول یوتیوبرا رو که میخوان چینج کنن، معمولا پول میکشه. یعنی مثلا طرف یه پولی رو از یوتیوب برش واریز میکنن، 10 روز 20 روز طول میکشه تا بهش بدن. به خاطر این کار نکنید، به نفع خودتونه به نظر من، و به جاش برید حساب بانکی باز کنید. چه کاری؟ آره، ولی اینم بگم در مورد یوتیوب که گفتم، من یه ویدیو ساختم، لینکش این پایین میذارم، در مورد نقد کردن حساب بانکی. دو تا ویدیو دارم در مورد این قضیه که اشتباه نشه، اونو حتما نگاه کنید. باید اقامت داشته باشید که پول بیاد تو حسابتون، اونو کامل توضیح دادم، بدون رو نگاه کنید دوتا رو. و یه مورد دیگه هم بگم، ببینید تو خیلی از شرکت های کشورهای دیگه مثل آلمان، مثل کانادا و بازم کشورهای متفرقه دیگه میتونم بگم اروپایی، که خیلی سخت میگیرن واسه حساب باز کردن. سر همین میان ترکیه، من خودم خیلی داشتم از این دوستان که اومدن کمک کردم بهشون حساب باز کردن. حساب بانکیشون اینجا باز میکنم، میرم اونور استفاده میکنم، پولی خواستم بزنم اینجا میزنم واسه شون. حالا یه سری چیزای دیگه هم هست اونور، به صورت اسم برنامه وایزه، با وایز هم مثلا اونجا کار میکنن. یه اپلیکیشن مثل پاپارا، مثل بلو کارت که بلو بانک که اونجا استفاده میکنن واسه تراکنششون، راحت تر حساب باز میکنم واسه شون. ولی خب بانک ترکیه ازشون چی میگم برآورده‌ای بیشتری میتونن داشته باشن دوستان، میان اینجا حساب باز میکنن. این هم میتونید اوکی بکنید، پاسپورت ایرانی خارجی هم نداره، واسه همه باز میکنن. بعد یه سری شرایط داره که تو ویدیو هم گفتم اینو، حالا اگه سوال داشتید تو کامنت ها بنویسید یا به دایرکت اینستاگرام بهتون کامل توضیح میدم که با چه شرایطی باز میشه واسه تون. مورد بعدی که میخواستیم بگیم در واقع سیم کارته، که دوستان میخوان بیان اینجا، میگن ما
سیم کارتون میتونیم رومینگ کنیم بیایم اونجا یا با سیم کارت بخریم؟ چطور میتونیم کارا رو انجام بدیم؟ میخوای شما بگی؟ من تیکه کوچیکشو میگم. اونم اینه که خیلی حواستون باشه. اینجا سیم کارت که میخرین حالا به هر قیمتی که میخرین، یکی اینکه حواستون باشه. ممکنه دو تا شرکت، دو تا اپراتور از یه برند، مثلا شما فکر کنید ترکسل، ترک تلکام، فرقی نمیکنه، دو تا مغازه کنار هم ترکسل، دو تا مغازه کنار هم ترک تلکام، دو تا قیمت متفاوت به شما بدن. بنابراین توی یه خیابون اولا که از جای توریستی سیم کارت نخرید، مثلا وسط تاکسی نرین سیم کارت بخرید، تو فرودگاه سیم کارت نخرید، یه روز زمان بذارید قیمت بگیرید، چون ممکنه بعضا 100 لیر 200 لیر قیمت ها متفاوت باشه واسه خرید یک سیم کارت. آره بعض وقتا هم به قول شایان بیشتر، یه روز یه نصف روز زمان بذارید، 4 تا جا رو بپرسین و یه قیمت مناسب بخرید، بخواد اینکه اگر با پاسپورت بخواییم بخرین. آخ جون دعوا دعوا دوست داره. اونجا ملت جمع شدن چه داستانی هست. ولش کن بیا ما ویدیو. آره وقتی که 3 ماه دیگه باطل میشه اگر که با پاسپورت باشه، به خاطر همین شما علیکی پولتون هدر میره. یکم کمتر هزینه کنید، یکم بیشتر زمان بذارید که علیکی پولتون تو جوب نره. این مرکز هایی که مدیریت مثلا توکسلی کام منطقه است یا مثلا مدیریت توکسل منطقه است، اونها ارزون تره. من اینجا پرسیدم قیمت بنده 600 لیر، همین پیروز دیروز پرسیدم، ولی از یه دونه چیز پرسته بودم یه مغازه و من 800 لیر قیمت داد. یه نکته دیگه که الان یادم افتاد، این اتفاق برای ما افتاد، ما سیم کارت خریدیم اوکی کرد فلان و اینا، رفتیم دیدیم فعال نیست، کار نمیکنه، همونجا وایسید سیم کارتتون رو بندازید اکتیو بشه، شما یه بار زنگ بزنید به کسی، کسی یه بار زنگ بزنه به شما که مطمئن باشید دیگه اوکیه، دیگه بعدا نرید دوچاره. آره این درد سر زمانتون میگیره. آره. یه خورده و اینکه واسه اینترنت پرسیده بودین رومینگ و آپتل رو میتونید استفاده بکنین، ولی خب ممکنه که فیلتر باشه. آره ممکنه مسئله فیلتر داشته باشه. دوستان در مورد سود بانکی پرسیدم. ببین قبلا سودا پایین بود، الان جدیدن شده 50%. 50% واسه حساب لیری. آره حساب لیری کارو میکنن که همه بیان از دلار بزنن لیر، دلار نداشته باشه، همه لیر بزنن تو حساب، چون اینجا حساب یورو و دلار و پوند هست و درهم هم انگار هستش، همچین چیزی. دلار که خدا بیامرزتش دیگه کسی باز نمیکنن، ولی اونایی که قدیم باز کردن واسهش باز نمیکنن. من حتی بانک هم اومدم جابجا بکنم. باز میگه گچینگ 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 یو اکسون دی چه سریم چکیا چه سریم نه 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 sadece kendiniz belliyiz. Arkaya şey yapıyor, bulanık yapıyor. Ama ailemiz görecek. Kesiyoruz. Yok keserim, sorun değil. Nasıl? Yüzünüzü kesiyoruz. Şey yaparım, sorun değil. Çemoçe lütfi vagan az neşun dadana kıyafeye şoma biberim ben ne bitunem. Da şimdi şey mi koktayım? Aslan düzleşti ki adam da öyle. آیا سیم وسط بگم نمیدونم چرا، ولی ترکا کلا خوششون نمیاد که توی ویدیو معلوم بشن. یه بار ما رفته بودیم با هم مصاحبه، نمی اومدن جلو دوربین که رفتن. خب دیگه ببخشید این تیکه از اون در رفت، الان تایمی نیستش که بتونم ویدیو رو عقب بکشم نگاه کنم. بریم سوال بعدی. سوال بعدی در مورد هتل ها. دوستان ببینید الان اینجا قیمت هتل از 70-80 دلار 100 دلار شروع میشه تا 150 و به بالا، هر چقدر لوکستر بخواید بیشتر قیمت باید پرداخت کنید. من بهتون پیشنهاد میکنم سویت بگیرید. از من میپرسه سویت کجا؟ من الان یکی از دوستام هست بودو رفت ببینید چی شده. ملت امال دوام بکنه. پرسیدید مثلا من دوستم آقا میثم هستش، حالا راهنمایی میکنم، ولی خب عزیزان ما واسه شما وقت میذاریم، آقا میثم هم وقت میذاره، اطلاعات داریم میدیم، یعنی کف کف قیمت میخوان بیان اینجا واقعا نمیشه. یا سفر نرید، یا یه جوری بهتون خوش بگذره، توی یه جایی بهتون خونه میدن با قیمت پایین، با شیب اینجوری، با شیب جرأت داره بیا پایین، 60 درجه هم خسته میشی تو اون گردش، بالاخره خسته میشی، یه پیاده رویش اینجوری جا صاف باشه، همش پستی بلندی،
و من که خودم جنازه میرسه خب همین که حالا... شما کلن مثلا یه هفته میایین مسافرت، حالا از اون یه هفته چهار روزش رو بخواین کوه نوردی بکنید دیگه پا نمیمونه براتون. حالا همچین جایی میدن، یعنی محلهای ناامن بهتون میدن که خطرناکه بابا، مثلا دولاب دره خیلی خطرناکه. من خودم یه ماه اونجا زندگی هم 15 روز زندگی هم، یه ماه هم نه 15 روز زندگی، من نمیدونستم چه جور جاییه. اومدم دیدم سر چیزش پلیس اونجا امنه که بعدم فهمیدم چه داستانهایی داره اونجا. دیگه خودم اونجا رفتم دیگه نمیشم، چه برسه مثلا برم اونجا سویت بگیرم. خیلی رو میفرستن اونجاها، امن نیست، خطرناکه، داستان داره واسه من. جایی که بهتون معرفی میکنم الان کمی کم تو این تایم بهار که الان فروردینه، کمترین جایی که بخواید بگید از 1500 لیر شروع میشه. از 1000 لیر تهش دیگه کفش یه استدیو خیلی نرمال بخواید شروع میشه به بالا. 20 نفر آدم هم میخوان بیان اینجا، بعد میخوان یه دونه سیت بگن 20 نفر برن داخل. اینجا صابخونه ترک اجازه نمیدن. این شخص مثلا خونه رو اجاره کرده داره روزانه اجاره میده، با اون صابخونه بسته درصد بیشترش رو صابخونه برمیداره، یعنی پول زیادی تهش 50 لیر واسش میمونه این شخصی که داره کارش انجام میده. ولی انقدر اذیتش میکنه اون 50 لیره کوفتش میشه دیگه نمیخواد کمک بکنه. و اینکه منم یه ویدیو گرفتم در مورد اینکه حالا اگر حساب بانکی دارید یا شرطشو دارید Airbnb بگیرید. به نظر من گزینه خوبیه ولی همون قیمته. باز بحث قیمتش نیست، بحث قانونشه. آره. خب شما میرید اون پایین میبینید که کی چی نوشته، یک سری قانون مشخص داره، هم شما نمیتونید از یه حدی عبور کنید، هم اون شخص نمیتونه عبور کنه. تحت یه چارچوبی، تحت یه شرایطی هست. اگر میخواین خیلی حالت استودیو و خونه و اینا بگید و هتل نباشه، حالا اگر دوست داشتید تشریف بیارید اون خونه نگاه کنید. آره حالا تو هم داری، خودت هم داری. من خودم ویدیو گرفتم در باره Airbnb، حتی سویت هم چند تا ویدیو گرفتیم صحبت کردیم، یه دونه هم رفتیم گشتیم، ویدیوش هنوز ادیت نکردم، ادیت میکنم اونم میذارم واسهتون. اتاک های اذانی شروع شد. ولی در کل سویت هایی که میخواید بگیرید قیمت هاش تو این رنج از 1000 لیر کمتر نیست. شخصی پیام داده با 500 لیر با 300 لیر میخواد به ترکیه، ایزا من نیا خدا نیا بازی نیستیم ضرر کنی، اصلا نیا اینجا. واقعا میخواد تو پانسیون بمونی که با نمیگم حالا به قومیت ها توهین نشه، ولی فرهنگ ها فرق داره. خب با افغان و با پاکستانی و با مثلا اصلا بگیم هلندی و اروپایی تو یه جا بمونی درسته با پرنگای و هم دیگه آشنا میشه، ولی شاید یه سری چیزاشون با هم دیگه جور در نه اذیت بشید. خب خانواده‌تون هم اگه بخواد بیاد دیگه بدتر، نمیتونید تو همچین جای بذارید، واسهتون جای امن نیست، یه سالن همه اونجا با تخت دارید. خب این جای خوبی نیست دیگه، میخواید مسافرت باید بگردید. یه خورده تو مسافرت ها توی زندگیتون خصاصات بذارید کنار، مثلا تو سفرهای خارجی که اینجا حتی عکاسی هم میره انجام بدن به دلار باید پرداخت کنید. قاطی میکنن چرا دلار؟ کار توریست کلن توریسم توی ترکیه و همه جای جهان به دلاره، حتی تو ایران به دلاره، یا یورو یا دلار یا یورو. تو ایران میخوام برم موزار بگیرم از خارج تومان نمیگیرن، دلار میگیرن، اصلا هیچ چیز دیگه قبول نمیکنن، یورو میگیرن. اینجا هم همونه، گارد نگیرید که چرا عکس هم مثلا شد 5 دلار 10 دلار هر فریم عکس. اینجا مثلا یه مبلغ قیمت دلاری داره، برخورد داشتم دارم میگم. توی سویت هم همینطور قیمت بهتون دلار میدن، کلا کار توریست دلاریه. اینو بگم در مورد گوشی و اینجور چیزا، شما گوشیتون هم که میارید اینجا اگه بخواید اینجا زندگی بکنید، ریجستر گوشیتون تا 4 5 ماه اینجا جواب میده، بعد آنتنتون میپره. بعد اگه صرفا واسه این گوشی میاد که اینجا بفروشید که اینجا قیمتش بالاتر باشه، همچین اشتباهی رو نکنید. قیمت اینجا با ایران یکیه، بالاتر نیستش، چون قیمت گوشیتون ریجستر ایرانه ایران. یا اصلا ریجستر نداره. اینا میگن یورت گوشی تلفنی، یعنی گوشی خارج از کشور، اونو با قیمت پایین‌تر میخرن، حتی ممکن از اون چیزی که خریدین پایین‌تر. تو خوش با کلی پول بدن رجیستر. 20000 لیر پول ریجسترشه. بخاطر همین نمیسته. البته اگه دو تا سیم کارت دارین میتونید سیم کارتتون رو عوض کنید. آره، خودتون میخواید استفاده کنید، میتونید دو تا سیم کارتتون رو مثلا جابجا بکنید، از دو تا اسلایدش استفاده کنید، ای سیم دارید ای سیمش استفاده بکنید. ولی اینکه بیارید اینجا بخواید گوشی بفروشید، ارزان‌تر میخرن ازتون، نمیصرفه، اصلا همچین کاری نکنید. اینجا هم گوشی نخرید، میخواید گرون‌تره، چون ریجستر اینجاست دیگه. نگه حالا بدون ریجستر بگی بازم گرون‌تر، از دبی بگیرید خیلی به نفعتونه. اینم که در مورد گوشی. حالا سوالات دیگه هم اگه بازم چیز دیدم یه ویدیو دیگه میگیریم میذاریمش توی قسمت دیگه. همه سوالاتون رو این زیر بنویسین که ما توی یه قسمت دیگه همینجوری بشینیم و کامل و جامع جوابشو بهتون بدیم. من که دیگه صدام گرفت.
منم که دارم وضو بگیرم وقت نمازه دیگه. تا ویدیوی بعدی خدافظ. تا ویدیوی خدافظ.